میشه منو رو بیارین؟ بفرمایین خانم. خیلی ممنونم. یکم دیگه میام و سفارشتون رو میگیرم. خیلی تو فکری. نمیتونم بهش فکر نکنم. برو یه هوایی بخور، شاید حالت بهتر بشه. سنم زنگ زده. میشنوم سنم. مرد، از بازرسی زنگ زدن، گفتن میان خونه ی موت. تو هم چون اینجا سهمداری میخوان تو رو هم ببینن، باید فوری بیای اینجا. باشه الان میام. باشه پس میبینمت. هوا خوری کنسل اوزگور، از بازرسی میان خونه مود، منم باید اونجا باشم. آخه هنوزم توی شرکت سهم دارم. باشه مرد، تو برو کارتو حل کن، موفق باشی. خیلی طول نمیکشه، 2 ساعته بیرم و میام. مشکلی نیست. ببینم بعد از این بازرسی بازم میتونی بری دنبال آیکو یا نه. یعنی آیکو چه جوابی داده بهش؟ اگه قبول کرده باشه چی؟ نه، اینجوری نمیشه. من باید یه جوری بفهمم چی شده، وگرنه اون مش کوچولو مرتو ازم میگیره. نه خیر، من مرتو نمیدم دست اون. دنیز بگو دیگه، اون احمق چی بهت گفت؟ اصلا چرا باهاش قرار گذاشتی؟ ببینم نکنه تهدیدت کرده، حتما میخواد کاری کنه. آره دنیز؟ نه نه چنار، آقا تکین همچین آدمی نیست. همچین آدمی نیست؟ اصلا میفهمی چی داری میگی ها؟ دنیز اون پدر سردار کثافتی، یادت رفته؟ چنار باشه، منم باهات موافقم. کارایی که سردار کرده یادمه، اما اون از پسرش دفاع نکرده، اونم طرف تو رو گرفته. انگار واقعا متوجه نیستی چی داری میگی. اونا دشمنای خونی ما هستن، تو اینو نمیدونستی؟ چنار عشقم، آروم باش، خواهش میکنم. فکر کن یه بار منطقی بهش فکر کن. تو کارایی که سردار انجام داد واقعا آقا تکین تقصیری داشت. همیشه سعی نکرد جلوی پسرشو بگیره، بارها نیومد ازت عذرخواهی کنه. نمیخوام بیان ازم عذرخواهی کنن، فقط کافیه ازمون فاصله بگیرن، دیگه هیچی ازشون نمیخوام. بازم آقا تکین میخواد ازت معذرت خواهی کنه، میخواد باهات آشتی کنه چنار، اما چون میدونه تو به حرفش گوش نمیدی از من کمک خواست. چنار بهش یه شانس دیگه بده. ببین این که انقدر داره تلاش میکنه حتما یه دلیل مهمی داره، شاید هیچ چیزی اونطوری که فکر میکنی نباشه. من نمیتونم دنیز، من حواسم به همه چیز هست، نگران نباش. اون مرد دشمن خونی ماست، هم خودش هم پسر کثافتش. پس ازت خواهش میکنم حواست به این موضوع باشه، و خواهش میکنم دیگه چیزی رو از من مخفی نکن. خیلی خوب آسین، حالا دیگه نوبت توه. اوف. حالا من باید چی کار کنم؟ چطوری بهش بگم کسی که تو فکر میکنی دشمنت عموته؟ بله صادق، باید فوری ببینمت، اتفاق خیلی مهمی افتاده. خب بگو. باید رو در رو حرف بزنیم. باشه من تو امارت منتظرتم. آه مرد، خوش اومدی. بازرسه هنوز نیومدن؟ نه هنوز نیومدن. خیلی خوب. چیزی میخوایی برات قهوه درست کنم؟ نه خیلی ممنون، من میرم دیدن مامانم. این قیافه چرا انقدر گرفته است؟
نکنه آیکو پیشنهادش رو قبول نکرده. نه نمیتونم سب کنم، باید فوری سر در بیارم. باشه حتما، به امید دیدار. خوش اومدی پسرم. سلام. گفتن قراره بازرس بیاد، اومدم پرونده ها رو حاضر کنم. چیزی میخوای بهم بگی؟ بشین با هم حرف بزنیم. برای حرف زدن نیومدم مامان، فقط لازم بود اینجا باشم، منم مجبور بودم. هنوزم میخوای اونجا بمونی؟ مامان جون الان نه جاشه و نه زمانش، پرونده ها رو حاضر میکنم و بعدشم میذارم میرم. باشه؟ خداحافظ. با من کاری نداری؟ نه با بخش حساب داری حلش میکنم. باشه، من یه کاری مهم برام پیش اومده. برگشتنی برات قهوه بگیرم؟ نه خیلی ممنون. پس فعلا روز بخیر. روز بخیر. موضوع چیه؟ چی شده؟ اینجا امن آقا فهمی؟ صادق ما الان تو اماراتیم، از اینجا همتر مگه هست؟ خبر بدی داره، تکین اورهانو پیدا کرده. ما اون همه گشتیم پیداش نکردیم، اون چطور پیداش کرده؟ نمیدونم، برای این وضعیت حاضر نیستیم. خیلی بد شد. بدتر از اینم هست، اورهان هر چیزی رو که میدونسته همشو برای تکین تعریف کرده. یعنی الان تکین در مورد مصطفی همه چی رو میدونه. خودم براش راهی پیدا میکنم، تو منتظر خبرم باش. باشه. این اصلا خوب نیست، اصلا. الو. سلام، آیکو الان اونجاست؟ نه اینجا نیست. ای بابا، من میخواستم بیام و بهش تبریک بگم. تبریک چی؟ برای چی؟ به خاطر پیشنهاد ازدواج مرد دیگه، مطمئنم آیکو قبول کرده. نه متاسفانه، اونطور که فکر میکردیم نشد، یعنی قبول نکرد. وای خدای من، آخه چرا؟ مگه میشه؟ آره هیچکی فکرشو نمیکردم و شد سنم. بهتره خودم با آیکو حرف بزنم، تو میدونی کجاست؟ احتمالا خونه است. پس میرم ببینمش، حتما از لحاظ روحی حالش خیلی بده. خدافظ. خیلی خوب، کجا بودیم بابا؟ تو هنوزم تو این خونه ای؟ بابا، متوجهی که هی داری حرفاتو تکرار میکنی؟ ما اون موضوع رو بستیم رفت پیگارش. حالا دیگه فهمیدی پسرت کیه؟ و بهتره مثل دوتا انسان متمدن بشینیم قهوه‌مونو بخوریم و با همدیگه صحبت کنیم. چنار؟ تو خوبی؟ چرا اینقدر پکری و تنها نشستی؟ هیچی، فقط داشتم فکر میکردم. نکنه راجب دنیزه؟ رفتی دنبالش؟ مشکلی پیش اومده؟ آسی، احساس میکنم دور و برم پر از آدم بده هست. اینقدر حالم بده که نمیدونم چطور با این همه آدم بد مبارزه کنم. از همه جا سر در میرن. خوبی و بدی ها حقیقتای زندگی هن چنار، یعنی اگه یکشون نباشه زندگی بی‌معنی میشه. بعدش هم بدی ها باعث میشه که ما متوجه خوبی ها بشیم و
افراد خوب اطرافمون رو بشناسیم و قدرشون رو بدونیم. من همیشه کنارتم، اینو که میدونی، و برات هر کاری هم که بگی میکنم. اگه به چیزی نیاز داشتی؟ ممنونم ازت، نگران نباش. من دیگه باید برم. کجا میری؟ میخوام برم شرکت، یکم کار دارم. باشه، خداحافظ. بعدن میبینمت. داری چیکار میکنی مرد؟ پرونده ها رو برای بررسی حاضر میکنم. مشکلی که پیش نمیاد نه؟ فکر نکنم مشکلی پیش بیاد، همه چیز کامله. گزارش فروش، گزارش تحویل لباسا و اوراق حسابداری. اگه چیزی پرسیدن همه اینا رو بهشون نشون بده. چطور؟ مگه تو میخوای بری؟ آره، اوراقا میدم و میرم، بررسی رو اونا انجام میدن، درست نمیگم؟ اما باید سهامدارای شرکتم باشن. من همه اوراقو تکمیل میکنم و بعدش هم تحویلشون میدم و اون موقع میرم. نمیشه بمونی و حرف بزنیم؟ حرف بزنیم چیزی عوض میشه مامان؟ حرف بزنیم که چی بشه؟ میتونیم زمانو برگردونیم عقب؟ نخیر. هیچ میدونی با این کارا چقدر منو ناراحت و سرخورده کردی مامان ها؟ اینکه اینجوری شو تقصیر من نیست مرد. مشکل منم دقیقا همینه مامان، هیچ چیزی تقصیر تو نیست، چون هر چیزی که شد و همشو انداختین گردن اویکو. این مسئله بین من و تو بود، درسته؟ چرا شخص سومو قاطی کردی مامان؟ این چه ربطی به اویکو داشت؟ تو هنوزم با اون دختر در ارتباطی؟ نه خیر، انگار من نمیتونم حرفمو بهت بفهمونم مامان جون. این مشکل بین من و توه. چرا داری در مورد رابطه من و اویکو ازم سوال میپرسی؟ خب باهاش خوشحالی؟ غافلگیرم کردی؟ یعنی خوشحالی من برای تو مهمه؟ معلومه که مهمه. خوشحال نیستم مامان، اصلا خوشحال نیستم. بازرس منتظر شماست لیلا خانم. باشه. بفرمایین. شما اسل خانومین؟ بله. سلام، من سنمم، یکی از همکاری قبلی اویکو. آها، که اینطور، خوشبختم. اگه بشه میخوام خودشو ببینم. بله بله، خوش اومدین، بفرمایین تو. خیلی خوش اومدین. بفرمایین از این طرف. بشینین. واقعا شرمندم. من چون تو خونه کار میکنم، خونه یکم به هم ریخته است. خواهش میکنم، این چه حرفیه؟ ما به پارچه و این چیزا عادت داریم. سنم؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ دخترم، دوستت اومده دیدنت، حداقل یه خوش اومدی بهش بگو. ببخشید، من راستش یکم تعجب کردم. خوش اومدی سنم. خیلی ممنون اویکو جونم. راستش از وقتی که از خونه مد اومدی بیرون همدیگر رو ندیدیم. گفتم بیام ببینمت که چطوری، حالت خوبه؟ مامان جون، میشه ما رو تنها بذاری؟ باشه دخترم. وای اویکو جونم، خونتونم دقیقاً مثل خودتونه، همونطوری کوچیک اما خیلی جذاب. مامانم اینجا نیست، واسه همین دیگه لازم نیست نقش بازی کنی. تو واسه چی اومدی اینجا؟ به خاطر مرت اومدم. خب بگم قهوه بیارن؟ منو ببین، با من بازی نکن. یعنی میخوای راجع به کار صحبت کنی؟ باشه، به پیشنهادم فکر کردی؟ تو کی هستی که بخوای چیزی که مال منه رو ازم بگیری؟ من کسی هم که میتونم با یه حرفم تو رو نابود کنم. من آدمیم که اگه بخوام باعث میشه همه چیزی که به دست آوردی رو از دست بدی. الانم واسه آخرین بار ازت میپرسم، چیزی که حق ما رو بهم میدی یا نه؟ از خونه من گم شو، برو بیرون.
اون روی واقعی تو نشون دادی فهمی کجایی. من همیشه میدونستم که تو منو دوست نداری، اما تو نمیخواستی اعتراف کنی. اصلا نمیخواد بگی که همچین چیزی نیست. تو برای اینکه بتونی جنایت مصطفی رو پنهون کنی هر کاری که از دستت برمیومد انجام دادی، ولی حالا که نوبت فداکاریت به من بیچاره رسیده هیچ کاری نمیکنی. مصطفی به خاطر تو مرد. تو فقط قاتل اون دو تا آدم بیچاره نیستی، تو همزمان قاتل برادر خودت هم هستی. شیطونه میگه که اینطور. بگیر، بزن. من دقیقا روبروتم. چلی کن، قاتل پسر تو بکش. بزن دیگه. سلمو، من باید همین الان باهات حرف بزنم. چیزی شده؟ الان برات تعریف میکنم، اما اول به حرفام گوش بده، بعدش بهم بگو چی کار کنم. از جزئیاتشم هیچ چیزی نپرس، بعدن بهت میگم. من الان خیلی وقت ندارم. دنیز منو نترسون، تو حالت خوبه؟ خوبم، من خوبم. تکین یوکسلو که میشناسین؟ آره، منظورت بابای سرداره؟ آره، اون عموی واقعی چناره. چی؟ همینطوره، درست شنیدی. آقا تکین خواسته اینو به چنار بگه، اما چنار به حرفش گوش نداده. اونم اومد سراغ من، میگه کمکم کن تا بهش برسم. قرار شد همدیگر رو ببینیم و با هم حرف بزنیم که چنار ما رو با هم دید. الانم خیلی عصبانیه، دلم میخواد به تکین کمک کنم، اما چنار عصبانیه، همش میگه اون دشمن خونی ماه. اوف، انگار اوضاع خیلی به هم ریخته است دختر. الان میخوای چی کار کنی؟ باور کن نمیدونم. نمیخوام به چنار دروغ بگم، نمیخوام همچین چیزی رو ازش قایم کنم، اما برای همین بهت زنگ زدم. حالا باید چی کار کنم سلما؟ خب معلومه اگه بهش بگه اوضاع بدتر از این میشه. برای همینه که تا حالا ساکت موندم، اما اینجوری اصلا راحت نیستم. تو واقعا به این مرد تکین اعتماد داری؟ به نظرت واقعا نیتش خوبه؟ نمیدونم، به خدا میخواستم باهاش حرف بزنم، اما چنار اومد و نشد. منم در این مورد مطمئن نیستم. پس یه بار دیگه باهاش حرف بزن، قشنگ ببین جریان چیه، بعدش با هم تصمیم میگیریم که چی کار کنیم. آره راست میگی، تا وقتی بهش اعتماد ندارم نمیتونم به چنار بگم. خیلی ممنونم سلما، میبینمت. یادت نره به من خبر بدی ها، من نگرانتم. باشه عزیزم، خداحافظ. حالا چی کار کنم ها؟ اگه این از ترس چنار دیگه به هم زنگ نزنه چی؟ سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدین. من مدیر عامل شرکتم و مامانم لیلا کاجابی، رئیس شرکت. سلام. سلام آقا مرت، خوشبختم لیلا خانم. فکر میکنم بهتره دیگه کارمونو شروع کنیم. البته چرا که نه، اینجا مناسبه؟ بله بله مناسبه. میشه دلیل این بازرسی رو بدونم؟ دلیل خاصی نداره لیلا خانم، اداره مالیات خیلی اتفاقی شرکتو واسه بازرسی انتخاب میکنه. این قانون کاره. شرکت شما 5 سال پیش بازرسی شده و همه چی خوب بوده، یعنی اصلا جای نگرانی نیست. من به کارم اعتماد دارم. از اونجایی که خواستم خیلی وقتتون گرفته نشه، تموم اوراق تحویلی رو آماده کردم و اگه بخواین میتونین با این پرونده ها شروع کنین. خیلی خوب، یه لحظه من یه تماس بگیرم برمیگردم. با اجازتون. بله. روز بخیر. من چند دقیقه بعد بررسی شرکت لیلا کوجابی رو شروع میکنم. اگه سایت گزارش رو باز کنین ممنون میشم. اوه خوبه. پس به شروع پایان کوجابی ها رسیدیم دیگه. خیلی ممنون، روز بخیر. بابا تو چقدر رفتی تو نقشه تا
باشه برو به کارت برس. خیلی خوب. وای. اینجوری همه چی میفته گردن لیلا جونم. خب چه میشه که تا رو خوشکم بشه با هم میسوزن. موضوع دیگه ای هست که به من ربط داشته باشه؟ نتیجه بازرسی رو تحویل میدم. چرا شلیک نمی کنی؟ قاتل پسرتو بکش، زود باش. من مثل تو یه قاتل عوضی و بزدل نیستم. قراره یه جور دیگه مجازاتت کنم. هیچ کاری نمیتونی بکن. میدونی چرا؟ چون تو هم به اندازه من ترسویی پدر. از اینکه همه چیز از دست بدی بد جوری میترسی. بگذاریم، داریم وقتمون رو از دست میدیم و چون من یه قدم از تو جلوترم همه چیزو میخوام. این امارت، شرکت، تموم سهامای شرکت، همه چیزو. برو بیرون، برو گم شو. بابا جون چی شده؟ بازم همدیگه رو میبینیم. بابا جون اینجا چه خبر بود؟ صداتون تو همه خونه پیچیده بود. هیچی دخترم، چیزی نیست، بحثمون شد. بابا جون شما حالتون خوبه؟ خوبم، چون یکم ناراحت شدم سرم درد گرفته. همش تقصیر منه، نباید کارای یالچین رو به شما میگفتم بابا جون. نه دخترم، کار خوبی کردی. خیلی چیزا بوده که من نمیدونستم، اما الان فهمیدم. حالا میخواین باهاش چی کار کنین؟ فکر کنم ببینم چی میشه، یه چاره‌ای پیدا میکنم. آها، آسینو از این اتفاقات دور نگه دار، نباید بفهمه، ما بین خودمون حلش میکنیم. بابا جون کاش یکم استراحت میکردین، واسه تون یه مسکن بیارم. نه دخترم، باید برم شرکت. خداحافظ. خداحافظ. نه، در دسترس نیست. یعنی الان خونه شونه. منو ببخش چنار، ولی باید یکی باهاش حرف بزنی تا حقیقتو مشخص بشه. مرد چه شده؟ آه، یعنی تو الان نمیدونی اون کجاست؟ واسم مهم نیست. آها خوبه، آره این خیلی خوبه. معلومه داره چی میگی؟ چرا اون چیزی که میخوای و بگی و نمیگی؟ یعنی خوشحال شدم که برات مهم نیست. چون تو هم دیگه برای مرت مهم نیستی. حسنم هرچی میخوای و زودتر بگو، من بیشتر از این وقت ندارم با تو سر و کله بزنم. میخوام بگم که مرت از دست تو نجات پیدا کرد. اون برگشته خونه مد پیش مامانش، برگشته به جایی که بهش تعلق داره. یعنی چی؟ دوباره اونجا شروع به کار کرده؟ آره دقیقا همینطوره. تو چه انتظاری داشتی اویکو؟ خب تو برای مرت فقط یه هیجان علکی بودی، یه هوس گذرا. وقتی هم پیشنهاد ازدواجش رو رد کردی دیدی که چی شد. همه اون هوس ها بوم ترکید مثل باد تو بادکنک. مرت به زندگی واقعیش برگشته. واسه این اومدی؟ واسه این که اینا رو به هم بگی اومدی؟ دقیقا به خاطر همین اومدم. چرا؟ مگه چیه؟ خواستم یه بار دیگه بهت هشدار بدم. خدا رو شکر مرد بالاخره به این اشتباهش پی برد. برای همینم حالا که همه چی رو به راه شده، تو هم بی خودی فکر و خیالای علکی نکن، چون اونی که ناراحت میشه آخرش خودتی. دوست واقعی حقیقتهای تلخو میگه. مرد دیگه از تو دست برداشته.
و اگه من جای تو بودم، برای اینکه بیشتر از این ناراحت نشم، از مرز برای همیشه دور میموندم. تموم شد؟ آره. به امید اینکه دیگه نبینمت اویکو. الو ازگور، مرتنان کافه است؟ نه، رفت خونه مهد. باشه، ممنونم. خواهش میکنم. اینقدر زود منصرف شدی؟ یعنی اینقدر زود؟ آهو خانم، مهمون دادین. باشه سوزان، تو میتونی بری. سلام آهو خانم. چرا اومدی اینجا آقا شوکت؟ اومدم باهاتون حرف بزنم. اگه میخوای مثل دفعه قبل الکی وقتمو بگیرین، باید بگم من خیلی کار دارم. اومدم در مورد دخترتون حرف بزنم. راجب آسین؟ شما چه ارتباطی میتونین با آسین داشته باشین؟ آسین نه آهو خانم، اون یکی دخترتون رو میگم، منظورم دنیزه. تمام اوراق لازم اینجاست، گزارش ها رو هم براتون حاضر کردم. خیلی معذرت. خواهش میکنم. الو مرت؟ بله اوزگار. اوی کوبم زنگ زد، نمیدونم مهمه یا نه، ولی سراغ تو رو ازم گرفت. تو بهشی گفتی؟ گفتم رفتی خونه مود؟ خیلی خوب باشه، شاید میخواسته بیاد با هم حرف بزنه. من الان میام. باشه. با اجازتون من دیگه باید برم و تمام اوراق رو هم واسه‌تون امضا کردم. اینم از این. خیلی خوب آقا مرت، همونطور که گفتم بعد از بررسی گزارش رو واسه‌تون میفرستم. باشه، مشکلی نیست. همین الان باید بری؟ بله. خسته نباشین. خیلی ممنونم. این یه خواب خوبی برامون بود. به خاطر هر لحظش ممنونم. خوشحالم که دیدمت. اما حالا مجبوریم بیدار بشیم. تموم شد. باور کن اینطوری واسه تو خیلی بهتره. دیگه لازم نیست از خانوادت جدا بشی. همه چی برات خوب میشه. بهتر از الان. من همه اینا رو به خاطر تو انجام دادم. فقط به خاطر تو. اما من نمیخوام بدون تو خوشحال باشم اویکو. شاید نتونی اینو باور کنی، ولی من از ته قلبم دارم اینو بهت میگم. من بدون تو خوشحال نیستم اویکو. خدافظ مرد. بهترین روزای زندگیمو در کنار تو گذروندم. به خاطر همه این روزای خوب ازت ممنونم. خدافظ عشقم. خوشحالم که برگشتی به زندگی خودت. انگار وقتشه منم به زندگی خودم برگردم. این چرت و پرتا چیه که میگین؟ بی خودی شلوغش نکنی ناهو خانم، من همه چی رو میدونم. تو هیچ چی رو نمیدونی. من فقط یه دختر دارم، اونم آسینه. لطفاً از اینجا برید. این کارو نکنید. ببینید، به ضررتون تموم میشه. من خیلی خوب میدونم دنیز دخترتونه.
نگران نباشید، این راست پیشم میمونه. من نگران هیچی نیستم، به دنیزم کاری ندارم. زود باشین بریم. کسی از شما نخواسته کاری به دنیز داشته باشین آهو خانم. این من بودم که سالها به جای شما مواظب دنیز بودم. حالا چرا اومدین اینجا؟ اومدم حق پدریمو بگیرم. اگه میخواین این راز پیش من یه راز بمونه، باید حقمو بهم بدی. شما میخواین از من باج بگیری؟ تو از اینجا ننداختمت بیرون، بهتره خودت با زبون خوش از اینجا بری. الکی هم دلتو خوش نکن، من یه قرونم به شماها نمیدم. ها لطفاً با ایسلم بگین که برای گدایی خودش بیاد پیشم. ایسل از هیچ کدوم اینا خبر نداره. کاری که باید ایسل خیلی وقت پیش انجام میداد و من انجام میدم. سالها از دخترتون مراقبت کردم و بزرگش کردم. فکر کردی اینا الکیه؟ این پول حق منه و من حقم ازتون میگیرم. در ضمن اگه بگین نمیدم، شاید کسی پیدا بشه که به خاطر فهمیدنش پول بده. مثلا فهمی کجابی؟ بهتره بازم در موردش فکر کنی. خدا لعنتت کنه، چه بلاهای سرم میاد. سوزان، 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 سوزان. آهو خانم، شما حالتون خوبه؟ سوزان برو بگو ماشین رو حاضر کنن، باید برم پیش دکتر. باشه باشه خانم. خوش اومدین بابا. بشین پسرم بشین. ملاقات با دوستتون چطور بود؟ الان بهترین بابا؟ خوبم پسرم، با هم حرف زدیم و دلامون حسابی خالی کردیم. تو به یالچین توجه نکن، باشه اون از ناراحت کردن دیگران لذت میبره، بیخیالش شو. من ناراحت نمیشم بابا، تو نگران نباش، بالاخره اون داداشمه. مشخصه از یه چیزی ناراحت شده و سر من خالی میکنه. گاهی آدم ها ناراحتیاشون و سر نزدیکترین کساشون خالی میکنن. من خوبم. کاشونم به اندازه تو بقیه رو درک میکرد، ولی یالچینه دیگه. به هر حال باید به کارمون برسیم، اون پرونده رو بده ببینم. چشم. بفرمایید بابا جون، اینم پرونده ها. این از این، اینم از این. چرا اینطوریه؟ چطور ممکنه؟ مشکلی پیش اومده؟ یه لحظه لیلا خانم، به جز روابط تجاری رابطه دیگه ای هم دارین؟ نه خیر، ایشون فقط با روابط تجاری در ارتباطن. پس این اطلاعات گمرکی چیه؟ حتما اشتباهی پیش اومده. اشتباهی در کار نیست، خیلی واضح اینجا درج شده. مگه اونجا چی نوشتن؟ با اسنادهای تقلبی فرستادین یه جای دیگه لیلا خانم. این چطور امکان داره؟ شرکت شما با اسنادهای تقلبی تجارت غیرقانونی، یعنی قاچاق انجام میده. اینجوری نمیتونین به کارتون ادامه بدین. شرکتتون به خاطر کار غیرقانونی دیگه نمیتونه فعالیت کنه. خب یعنی چی؟ یعنی خونه مدو میبندن لیلا خانم. دوستت رفت دخترم؟ آره رفت. مامان جون، من میخوام باهات حرف بزنم. بگو دخترم، اون موضوعی که باعث شده نتونی تو چشمام نگاه کنی و خودتو تو اتاق حبس کنی چیه؟ مامان، من خیلی فکر کردم. میدونم دخترم، یه مدتی خیلی به هم ریخته ای، به منم چیزی نمیگی. نتونستم با همشون کنار بیام، تصمیممو گرفتم. چه تصمیمی؟ من میخوام پیشنهاد ازدواج اوزو قبول کنم.
اسپاسم ناشی از استرس آهو جون. چیز جدی نیست. این اواخر اتفاقی افتاده که ناراحتت کنه؟ اون موقعی که این درد شروع شد خیلی استرس داشتم. خیلی خوب، همونطوری که گفتم جای هیچ نگرانی نیست. یه نسخه برات نوشتم، چند روز مواظب تغذیه باشی و استراحت کنی حالت کاملا خوب میشه. باشه یلدا، خیلی ممنونم. و از استرس هم باید دور بمونی. با این حساب باید تمام رگای بدنم رو قطع کنم. مجبوریم کنار بیایم. چند روز پیش الا اومده بود، اونم مثل تو خیلی استرس داشت. البته خبرهای خوب خوشحالش کرد. چه جور خبری؟ به تو نگفته هنوز؟ پس بهتر از خودش بشنوی. الا دوست خانوادگی ماست، ما خیلی دوستش داریم. خیالتون راحت باشه. الا باردار شده. باردار شده؟ آره. تکین، بچه ها رو به عنوان بازرس فرستادم تا اون خونه مد لیلا خانم رو ببینن یه بار. الانم منتظر خبرشونم. خوبه، این خیلی خوب شد. این چیزی که میگفتی خوب پیش نمیره چی بود؟ چنار. حتما اینجاست. خب مگه چنار چشه؟ دارم سعی میکنم به چنار نزدیک شم. با خانمش ملاقات کردم، ازش خواستم بهم کمک بکنه. خب کمک میکنه به نظرت؟ یعنی واقعا هنوز معلوم نیست. وسط حرف زدنمون چنار سر رسید، خانمشو تعقیب کرده بود، یعنی حرفامون نصف نیمه بود. خب حالا به نظرت واقعا کمک میکنه؟ اگه دنیز بتونه شوهرشو قانع کنه، چنار کاملا میفته توی چنگ ما. بعد از به دست آوردن چنار نوبت فهمی کجا میرسه و هر جوری که شده تموم ثروتشو میگیرم و خودشو میندازم کنار خیابون. میخوام ببینم فهمی کجا بی بعد از اینکه تموم ثروتشو از دست داد بازم میتونه جلوی من حرفی بزنه یا نه. بهش یه ضربه ای میزنم که هیچ وقت نتون از جاش بلند بشه. محمود، چطور به این آدم باور کنم؟ رسمن منو احمق فرض کرده. چنار براش مهم نیست، تنها خواستش اینه که از بابام انتقام بگیره. نه تکین، من رفتم دیگه، مجبورم زندگی یه خانوم رو نجات بدم. معلوم نیست زندگیشو نجات میدی یا اون بدبختو به خاک سیاه میشونی. معلوم نیست دیگه، اینجا هرچی نوشته باشه معلومه. پس راهت هموار باد رفیق. این یارو کنارش کیه؟ خب دیگه خدافظ. میبینمت بعدا. به سلامت شریک. من اومدم. دلتون واسم تنگ شده نه؟ نکنه شما دوتا پدر و پسر خونده داشتین غیبت منو میکردین نه؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ اینجا شرکت منه. از اینجا گم شو برو. نرم چی میشه بابا؟ آدماتو صدا میزنی و پسر خودتو از شرکت میندازی بیرون؟ داداش، بی احترامیه ای که به بابا کردی کافی نبود؟ به تو چه؟ ها بابای من هر کاری بخوام میکنم. یالچین، اگه با زبون خوش از اینجا نری تا حرفمو نزنم از جام تکون نمیخورم. هرچی میخوای بگی بگو داداش، میشنویم. مطمئنی؟ چون ممکنه خیلی از چیزایی که میشنوی خوشت نیاد. بیشتر از این چی میتونی بگی که عصبانیم کنه داداش؟ آهو خوبی عزیزم؟ چیزی نیست خوبم، فقط تعجب کردم.
راجب دارو هر نوع حساسیت نشون دادی فوراً به هم زنگ بزن. باشه، ممنونم. الان این چرا رفت؟ داداش هرچی میخوای بگی بگو، کشش نده. اگه اینطوری دوست داری؟ باشه چنار جون، تو تنت میخاره، من واسه توضیح میدم. یالچین، با مزخرفاتت ذهن بچه رو به هم نریز. مزخرفات؟ به نظرم واسه چنار یه صحبت خیلی خوبم میشه. هرچی میخوای بگی بگو، زودتر برو سر اصل مطلب. پس توضیح بدم بهت. آره یالچین، کافیه دیگه. بابا باشه، عصبی نشو، برات خوب نیست. پسرم، بعضی چیزا هست که باید با داداش تنها صحبت کنم. بابا درست سره که من اینجا باشم. چنار، چشمات پر اشک شده، نکنه واسه من نگرانی؟ من برای تو نگران نیستم داداش، برای بابام نگرانم. نگران نباش پسرم، با داداش تین دوتا آدم متمدن صحبت میکنیم، هر مشکلی داره حل میکنیم، اجازه نمیدم منو عصبی کنه. پسرم الان اجازه بده با داداشت صحبت کنم، میشه بری لطفا؟ باشه، حالا که شما میخواین باشه. تو سعی داری چی کار کنی؟ فکر میکنی داری تهدیدم میکنی؟ من یواشکی تهدید کردن واسه رسیدن به خواستم و از استادش یاد گرفتم، از تو بابا جون. من از تهدیدهای تو نمی ترسم، از اینجا گم شو برو. ولی واسه یه هدیه خوشگل آوردم بابا جون.